در سال 237 گفته کدام گزینه نادرست است؟ بریم دونه دونه بررسی کنیم. در واکنش پلیمری شدن، مولکول‌های کوچک در شرایط مناسب به هم وصل میشن و زنجیرهای بلند رو میسازن. پلیمری شدن یعنی چی؟ یعنی یه دونه مولکول، یه دونه مولکول، یه دونه مولکول، یه دونه مولکول در شرایط مناسب، این میره تو این، این میره تو این، این میره تو این و یک زنجیره ساخته میشه. پس این جمله درسته. برای پلیمرها نمیتوان جرم مولی دقیق درست کرد. بله، چرا؟ چون اون انی که می‌نویسیم پایین میانگین رشته های مختلفه. مثلا انه رو می‌نویسیم 100، ممکن از 90 وجود داشته باشه تا 110. چون در یک فرایند اتفاقی ما نمیتونیم دقیق تعیین کنیم که چند تا مونومر توی هر زنجیره باشه، حدود اون رو فقط میتونیم تعیین کنیم. پس این جمله هم درسته. پلیمری که کشف اتفاقی آن پلانکت را به شهرت و ثروت رساند، دارای 12 جفت الکترون ناپیوندیه. من اینو یه بار بررسی میکنم. خب ما اینو قبلا هم تو سالهای قبلی بررسی کردیم. چه پلیمریه؟ پلیمریه که اسمش تفلونه، از تترا فلورو اتن حاصل میشه که هر مونومرش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. هر مونومر 12 جفت غیر پیوندی داره. حالا این به پلیمر تبدیل میشه. CCN FFFF. هر واحد تکرار شونده ام 12 جفت غیر پیوندی داره. هر مونومر 12 جفت، هر واحد تکرار شونده ام 12 جفت. اما کل پلیمر چقدر جفت الکترون غیر پیوندی داره؟ میشه N، یعنی واحدهایی که استفاده شده N ضرب در 12. حالا N اون میشه 100 باشه، 800 باشه، 2000 باشه، ما نمیدونیم. پس این جمله چون گفته پلیمره دارای 12 جفت الکترون ناپیوندیه غلطه. اگر میگفت مونومرش، اگر میگفت واحد تکرار شوندهش، درست بود. حالا و گزینه 4، مولکول های اتن می توانند در شرایط معین پشت سر هم به یکدیگر متصل شده و زنجیره بلند و بدون شاخه ایجاد کنند، که پلی اتن سنگین رو داره میگه و کاملا درست. بریم سراغ